سنگینیه بعد خدا بزن. یا کویرم کویرم <applause> بگو ابر چی <applause> پرت داره دو نه دو. من من رفتم پایین من, <applause> من خیلی دو. ریلکس شدم آره نه نه اولش آخه بالا بودم خیلی ولی الان اوکیه اجازه بده که چون بعد لول می بود دیگه چیزی که تو ستاپ کرده بودی یه جوری رو به پایین بود نه نه خوبه من میگم یه جوری بودیم آخه بعد جلوش میزه من اینکه بخوای پا تو اونطوری دراز نکنی مثل فرست کلاس بزنس کلاس آره آها خب پس اونم بعد یه جوری میرم بعد خودش اون کامفورتبل کرد میزره کشید اون چه خبر سلام اینا میره میدین چرا آره میدین چرا وقت پری اپیزود نداشتیم خیلی وقته 4 هفته یک ماه سره آه. محبوب ترین قسمت خودکست که میدونی پری اپیزود یا پستش آره حالا نمیدونم ولی پری فکر کنم خیلی بیشتر گوش میدن یعنی اگر که فکر کنم نظر سنجی بذاریم یا مثلا بری انالیتیکش رو آره. نگاه کنی یه سپایک سر این همه که اون توه این صدای خودکست که میزنه همه قطع میکنن دیگه خب شروع بره شروع شد ما رفتیم جمع کنیم بریم آره چه خبر سلام خبر دست شما هست اومدیم خبره تو رو بشنویم حالا دمری صحبت میکنیم من که چرا قریبه <تصفح> چه خبر؟ خوبی؟ مرسی ممنون خوشی؟ سلامتی؟ اشکال زیاد چه سی داری اون سندلی فرات؟ آره خیلی باله بعد چهار سیزن اولین اپیزود خواهی بری اون هم به زور آه یعنی توی نبود که مجبور بودی مجبور بودی مجبور یعنی تو عمل انجام شده قرارت دادیم فکر کنم خیلی جمعه تا تاون کن خیلی سریع گفتم ممالجن. نه کسی لوه مار زد نه هیچی من خودم کنم خودشم خجالت کشید که همه دارن اینجا شارکت میکنن <تصفح> برات فقط میاد و میره از یه چی باید میخواد از ما پول بگیره ساعتی <تصفح> 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 حساب کنه ببین میدینی که اگر که این اوتوانو عوارز بذارن دیگه نمیاد <applause> <دیگه> کنسله <applause> از تو شهر میاد پادکست <applause> میده دیگه آره آره پادکست میده <applause> فرض تو چطوری مرسی خیلی خوشحال هستم که اومدید امروز اینجا <applause> آره آره من خواستم بگم ما امروز اگه که میبینید لوکیشن یه ذره عوض شده زیاد فرقه شیکتر شده من اینا رو دوست دارم اینو خیلی راحته اینو میپسند من چند هفته پیش به فرهاد

سایت ها قشنگ تعریف کمر درده آره اونا رو من با خانواده ساخت موقعی که اونا خرید شده, بود من نبودم در. اینا رو من مطمئنم مامانم رفتن توی لابی یه خونه از کش رفت قشنگ مبل لابیه یعنی من بهش گفتم این این رو فقط تو لابیای مثلا خونایی که مال جنگ جهانی دوم به بعد بوده نه من اصلا توی فکر نمی‌کنم خیلی تو راحت واسه واسه خوابیدن و اینا خواب خیلی برای نشستن نشستن زیاد خوب نیست خیلی نرمه آره آره نه <applause> آخه <applause> اون انقدر نرم نبود انقدر من روش خوابیدم نرم شد تو تو اتاقت نمیخواد نه تک نفره ها اونا هم نرمن اونا تازه سفترن منو فرض رو آره او دار... اجازه که اجازه میدید که سه تا سیزن ما رو چیز کردن همراهی کردن نه سه تا؟ چهار تا؟ سیزن <applause> نه بابا چهار سال نه منظور. نه, نه، چهار سال منظورم آره ویچ <applause> <applause> آره تولد خود <applause> خودکست بود ما خیلی دوست داشتیم جمع شیم ولی خیلی ببین اوضاع همه خیته <applause> اینو من بذار بگم الان تو دوربین من نگاه میکنم و میگم اوضاع همه بچه ها خیلی خیته همه یه جوری درگیرن <تصفيق> شدید هرکی به نوعی و نشد خیلی دوست داشتیم دور هم جمع بشیم چهار ساله شد اصلا فکرشو نمیکردیم بعد از اپیزود یک 800 بار گفتیم این جون رو <applause> که ما <تصفح> یک بار آره با. ولی آره دمه همه کسایی که تا الان به ما گوش دادن گم احساس کنم خیلی داریم میپریم از این تاپیک به اون تاپیک عوض یعنی تموم چند هفته از اپیزود اصلا این بچه‌ای آره. تو بازی مرتب نیست زمانهای دیگه من آخرین باری که مغزم مرتب بود یادم نمیاد توی 32 سال گذشته اول بذارین موضوع خونه فرزاد رو تمام کنیم من یه سری مهمان بر اومده برای همین دیگه برای راحتی اونا از فرزاد خواهش کردم که بیایم خونه فرزاد نزدیکترین جایی که میشد خونه فرزاد بود دیگه یه تقریبا میوادیم بالا آره وسایل دیگه آوردیم و اینجا داریم ضبط میکنیم و اینجا سس میکنم خیلی مدرن تره حالا بگید بزنید خیلی وایب مدرنی داره ب... نه بگید بگید مثلا فرهاد اصلا خونه رو خونه نمیگه و... خونه تو ما واسه می خونه تو امضا این هفته هم نمی کردیم اگه من واسه تو اون فاصله بیام ما مسیر رو عرفت نمی کردم دیگه بخوا وقتی اپیزود نمی دیدی دیگه دقیقه فقط بیا آقا با تو اوست آره این از تغییر این... بعدی جامون عوض شده چون امروز فرهاد قرار اپیزود بده آره آره تغییر بعدی هم برای اینه و برگردیم سر تولد خودکستم دم همه بچه‌ها گرم دیگه خیلی تبریک گفتن روژین گرافیک خیلی باحال درست کرده بود که گذاشتیم و اینا دم همه گم مرسی که تا این چهار سال رو با ما بودید دیگه فکر کنم دیگه بسته دیگه یکی کامنت گذاشته بود که داشته اپیزودی که برای تولد یک سالگی یا دو سالگی رو گوش میکرده بعد کیک داشتیم فکر میکنم یک بعد... کیک داشتیم بعد هم بود اون موقع یا روزنه چی گفت آه. چی نوشته؟ آره منم تو فکر کیک بودم برای امروز ولی یادم رفت کامل بابا انقدر همه چی شیر انقدر... تو شیره که اصلا آره. نمیشه ام تو چه خبر ما هم سلامتی چشم الان دوران آفمو دارم به سر میبرم یک هفته شو در... شو در سال سه هفته افتادی. آره فقط یه آمده. هفته گرفتی امسال تو الان دیگه از اول 2021 یعنی دو هفته دیگه هم داری برای مثلا تا آخر دسامبر آره ولی خب تونستی تا... تل... پارسال هم بگیری آف کلا یا نه آره چرا نتونم آخه نه قانون بی که ده روز در, در سال باید حتما بگیری کمتر از ده روز نمیشه اون اجباریه بعد دیگه الان من توی یک هفته اول 2021 هم که کار نمیکنم خیلی زیباست او یه هفته اول 2021 هم به زور بهتون آف میدن نه من منظورم که هفته اولیه تو 2021 آها, دوزار آها اه ولی من... یه هفته اولم به زور چند روز آخر سال رو مجبوری آها آه آه مجبوری بهتون میدن تا هم شده بود یه بار که <تصفح> حتما بیا بگی حتما بیا بگی که هفته هشنگ نیست <تصفح> ولی بیرون, آ... بیرون اینام رفتی مثلا شهر رو بگردی آره دیروز دیروز یه ویسلر رفتیم جاتون خالی آره چقدر دود بود دود بود آره دود بود بکنم مثلا همین جا بود دو دیگه دودو دو بگیم راجبش دودو بگیم هر باید. سال همینه دیگه آره سال بگو. هم هر سال بدتر و بدتر داریم یعنی هیچ وقت این نبوده ببین رو به اتمام جهان یعنی <تصفح> <تصفح> اینه که بیان با هم دیگه قبول کنیم که دیگه همین روزاست که یه شاپ سنگم بخوره یه گودزیلا کانگم با هم دیگه این وسط یه کشتی بگیرن دیگه تمام رفتیم همینا آخه ببین یه فرآیند طبیعیه توی طبیعت باید این اتفاق بیفته اون جنگل هایی که حالا خیلی به خاطر خوشی هوا و تابستون که میشه این نور خورشید از بین برگ درخی رد میشه مثل ذره بین عمل میکنه شروع میکنه سوختن و این باید اتفاق بیفته که جنگل کهنه مثلا از بین بره جدید ایجاد شه ولی آدما اینو به صورت مصنوعی جلوشو میگیرن نمیذارن این آتش سوزی خیلی زیاد بشه برای همین باعث میشه بدتر شه هی hey, مثلا پیر و خشکتر میشن این آتش سوزی حجمش بیشتر میشه هر سال و اگر نه این فرایند طبیعیه ما چون نمیخوایم به شهرمون برسه داریم جلوش همون دیگه آره چون یه سری جامعه سری شهرسازی شده که, که نباید, نباید داره. توی استرالیا حالا میومدن اینو کنترل شده انجام میدادن یعنی خودشون می اومدن مثلا یه منطقه رو چیز میکردن خودشون آتیش میزدن مطمئن می شدن که مثلا از پیش آره از مثلا بدتر نشه از بین نره اون مقداری که بعد اتفاق می اون کار رو انجام میدن حالا به واسطه اینکه اونجا خیلی گرمتر احتمالاً آفتاب تندتری داره آه. و اگر که آتش سوزی بشه دیدیم دیگه سالهای پیش عکس و فیلماش می اومد دیگه خیلی داغون میشد همه چی ولی آه واقعا اولین باری که آتش سوزی جنگل تو زندگیم دیدم اینجا بود. سال اولی بود که اومده بودیم بعد گفتم ما برای کانادا دی که میشه اول جولای رفته یه مثلا با فاملامون که اینجا بودن رفتیم سمت کلونا رفتیم سمت شرق بله رفتیم سمت چه خوبی آره بعد آره اون زمان زمان خیلی عجیبی هم بود مثلا فکر یه پسر 15 ساله نشون شده بود اوج بلوغ از اوج بستگی اومده بود توی کلونایی که همه دم ساحل و اینا داستان کلونا خدا بنده نیستن بعد اولین باری که مثلا من با جنگل سوخت مواجه شدم تو راه اونجا بود مثلا دوباره نگاه کردی همه درختها مثلا انقدرشون مونده بود مشکی و واقعا ترسناک بود مثلا بعضی هاشون تازه بود یعنی هنوز داشت ازشون مثلا یه خورد دودی ها و هنوز بلند میشد و اینا پارسال می هم میرفتیم هم چیزی بود دیگه تو آه آه بود. اون خیلی شدید اون بود اون کمتر بود فکر کنم بعد جویاشون پرسیدم و اینا گفتن که آره هر سال مثلا اینجا یه ذره همچین اتفاقایی میفته و اون سال انقدر شدید بود که چیز کردن سال بعدش مثل اینکه هانتینگ خیلی زیاد آزاد کردن که مثلا آهو اینا بتوین بزنین که بتوین درختها رشد بکنن. بکنن یعنی آه. جمعیت آهوها هم می اومدن مثلا این درختها کوچیکو می خوردن نمیذاشتن اینا پا بگیرن مم. بعد گفتن که بزنید بعد سال بعدش به غلط کردن افتادن دو سال گفتن <applause> <بسنش. نزن. تصفح> <تصفح> <تصفح> یه جوری جمعیت اینا رو مردم آوردن پایین <تصفح> یه دیگه آره بار اول که من توی زندگی تو زندگیم دیدم تو کانادا بود تو ایران زیاد دیده نمیشه <سطور> مثلا <سطور> جنگل شمال و اینا یعنی جاهایی باشه که خشک شه هوا همون یعنی شمال و اینایی که ماها بیشتر رفت <سطور> داشتیم نه اصلا اتفاق نمیفتاد نمیدیدیم نمی همچین چیزی بیشتر اون از, از سطح آشغال و اینا بود که جنگل ها از بین میرفتن بله اون نمیدم. ولی زاگروس زیاد می سوزه خب رفتین سمت ویسلر آره راضی بودید آره خوب بود شلوغ بود شلوغ بود آره شلوغ بود ملت ریخته بودن بیرون بس آره ساعت ده روز تعطیل آره جمعه شب اونجا بودیم و یک شنبه شنب شلوغ بود کلی جوان اونجا ریخته بود بیرون اتفاق ام. بعدی نیفتاد ماسک اینا بود یا نبود نه اونجا اصلا به ماسک اعتماد خیلی بیده. کم دیگه مثلا تک و توک آدم ماسک میزد اکثریت نداشتن توریست هم هست آره به خاطر اون تلکابینا و این داستانی ای که رفتیم رفت رو محله. دوز yeah. تلکابین زندگی رو, زندگی تلکابین رو, رو, رو نه من تو ویسلر نرفتم تا یه آره. چیزی توی اینستاگرام دیدم مثل اینکه یه دونه ریله که روش یه دونه مثلا میکاردی. آره می کارت چی آره بهش میگن ماشینک آره یه نهی ماشینک ها هست واگون. که مثلا یه نفره واگن تور میشینی و مثلا میاد پایین با حال اون از نمیاد میاد برم نگاه کنم ببینم چه جوریه ولی تو سایپرس تو نیست آها آره ولی تو ویسلر آره آره. شما چند سال پیش رفتم یه دست هم داره یه حالت ترمز دیگه مثلا مثل اینکه 40 کیلومتر در ساعت هم میره چه خیلی زیاده حالا من یه دونه هی میدونم هم میخوام می بریم سر اپیزود ولی اجازه بدید بگم یه دونه از این فیل کامپایلشن ها بود دیده بودم یه جا دیگه یکی داشته خیلی سرعت می‌واده یکی وای سوده از پشت روز زد بهش و اصلا آه. جفتشون ترکیدن دیگه بعد از اینکه خوردن به هم دیگه فیلم قطع شد معمولا سر جای حساسش این فیلم ها نمیدونم چرا قطع میشه ولی دیدم میتونه خطرناک باشه یعنی حالا نمیدونم چه جوری میخوان جلوی همچین چیزی بگیرن تا 40 کیلومتر در ساعت میره بالا سرعت زیادی خدا هاکلی. بریم سر اپیزود خیلی ساکتین بزن بزن من تازه اومدم صحبت کنم براتون آخه یاد حرفایی میفتیم که قرار بزنیم زدی؟ نه نه زد من شروع کردم آخه بگم سیشو من صداشو تو ذهنم رفت که چرا صداش کمه نه کم خوابی داری مغزت نه ولی میگی ساکتین آخه یاد اتفاقات اخیر میافی اخباری که داری مرور میکنیم تو حالا تو افیزت بیشه که میخواییم در حالی صحبت کنیم آره یه جوری معذب آدم به خود راشه به مسئله صحبت کنه آره حالا بریم بزن آره بزن معذب مقام بزن سلام اینجا خودکست پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های این برنامه در کنار من فرهاد نشسته سلام کارون و فرزادم با من. سلام سلام جیرم براتون میگه که اپیزود 302 ماست ما بعد از کلی غیبت کبرا اینا سبرا. برگشتیم و حالا دلیلش رو میگیم که چی شد و چه جوری شده قبل یه هفته نباشیم بچا دو هفته و اینا شرمنده قبلش میخوای از همون اول اکنالج بکنیم چیزی که میخواستیم در صحبت بکنیم و... نه بگو چرا نبودی بعد دل اه... ما دلیل اینکه نبودیم بود که من یه سفر اه... یهویی یه تصمیم گرفتم که برم یه سفر دبی اه... که یکی از بهترین تصمیم زندگیم بود اه... بعد موقعی که من برگشتم از ما اینجا در واقع پی سی آر تست میگیرن که با اینکه حالا توضیح میدم که چقدر پرسی سختی داره الان سفر کردم کلا Uh, ولی خب هنوز جوابش نیمده بود من شنبه رسیده بودم جوابش نیومده بود برای اینکه مطمئن بشیم که بچه ها سعی و سالم و سلامتا انداختیم یه هفته عقب که رسید به اینجا برای همین شد که دو هفته نبودیم ولی خب هم هم دو دوزمون رو زده بودیم هم تو... تو هم دو دو تو زدی دیگه آره آره uh, هم هم دو دوزمون زده بودیم و هم, هم اون... آها این بده دیگه میخواستیم مطمئن بشیم که بچه ها و سالمان دیگه اپیزود نکردیم تا این هفته yeah. بگو آره حالا این مدتی هم که نبودیم خیلی اتفاقات عجیب غریب داره میافته کلا افتاده بودیم توی اون مسیر اتفاقات عجیب غریب توی این چند هفته هم اتفاقاتی میافتاد که اکثر هم نامطلوبه دیگه آدم بیشتر اداراحت میکنه ده. تا اینکه بتونه به مسیر ادش ادامه بده <تصف> بعد یه صحبتی هم حالا قبل این اپیزودو با بچه ها داشتیم که ما چیکار کنیم مثلا حالا فرهاد مخصوصا یه ذره نگرانی داشت که اپیزودی که میره ممکنه خیلی همخونی نداشته باشه با شرایط ایمانم هم همینطور. همینطور خیلی با شرایط الان همخونی نداشته باشه ولی تصمیم گرفتیم که حالا ما اون مسیری که همیشه طی میکنیم و طی کنیم روندی که توی اپیزود داریم حالا فضای خودمونی و شوخی خنده به خاطر اینکه به حد کافی آدما تو این شرایط اخبار بعد از همه طرف دارن میشنون. نیازی نیستش که حالا ما دوباره بیایم نمک رو زخم بقیه بپاشیم گفتیم حداقل اون روال طبیعی انجام بشه شاید یه فرصت کوتاهی باشه حداقل کسی که گوش میدن همون حال و هوای قبل از این دوران براشون ایجاد بشه حداقل توی بازه 45 دقیقه یک ساعته یه ذره حالا هوا عوض شه ولی حالا اتفاقات بعدی که میگم یه مقدار حالا برای ما ایرانیا داستان کرونا که قطعا وجود داره اخباری که از توی ایران داره میاد روز به روز بدتره بعد مشکل اینه که چون خبررسانی دقیق نمیشه یعنی خیلی از ماها ممکنه به اون آمار و ارقامی که از ایران میاد بیرون باور نداشته باشیم طبق حالا قد... طبق گفته خود مسئول دولتی ممکنه عدد واقعی دو سه برابر این باشه آره یعنی میگم نمیدونیم یعنی واقعا چون عددی هم که میگن شاید درست باشه ولی اون چیزی که آدم و بیرون میبینه اینطور نیست آره ولی حالا حتی اعدادی هم که فرض کنیم مخابره میشه هر چقدر میزان درستیش باشه ما اون جهش رو چون داریم میبینیم مثلا دو برابر قبل شده میتونیم بفهمیم اوضاع دو برابر قبل بدتر شده حتی اگه خود اون عدد در واقع مقدار اون عدد درست نباشه ولی روند رو داره نشون میده که چه اتفاقی میفته بعد این استوریا ها فیلم هایی که از حالا قبرستان ها میاد و از بیمارستان ها میاد و اینا خیلی ناراحت کننده است این یه مطلب مطلب دوم راجب کشور افغانستان اتفاقاتی که اونجا داره میفته تالبان که همینجوری داره در واقع ولایت های مختلف اونجا رو میگیره پیش روی میکنه پیش ها جوک هایی نمیدم چرا در جوک میاد جوک اومده میشه لطفا جوک نست از این در موردش جدی من نیدم تویتر. تویتر آره حالا اون اون خیلی وحشتناکه به خاطر اینکه حالا اون ابعاد در واقع تأثیری که روی زندگی آدم اونجا میزه مخصوصا روی زندگی خانم های افغانستان اون وحشتناک اخباری که میشنویم همش ترسناک و ناگواره امروز صبح من سری ویدیو داشتم میدیدم که حتی ممکنه وارد کابل هم شده باشن حالا اون روزی که اپیزود ما پخش میشه ممکنه این اتفاق کامل افتاده باشه ولی دیگه مرکز کشور رو هم دارن میگیرن حالا من میدونم ما خیلی مخاطب داریم از کشور افغانستان کاری که از دست ماها متاسفانه برنمیاد فقط اخبار رو میخونیم و میشیم ولی همه همدردیم اون خیلی خبر ناراحت کننده یه پس... بعد زلزله اومد تهران آره یه زلزله مثل که خفیف اومده بود. سه و چهار دوام ریشتر کجای تهران نمیدونم ولی نمیدونستن که آیا این پس لرزه بوده یا خ... پیش لرزه نمیدونستن مثلا مثل شاید یه زلزله اومده این حالا بعدش بین پس <تصفح> ولی حالا راجع افغانستان میخواستم بگم ما مخاطب از اونجا داریم من دوست دارم اگه کسی از خود افغانستان گوش میکنه ما رو به ما یه پیغام بده یا ذره بفهمیم اوضاع چه جوریه از داخل کشور اینم از اون زلزله هم گفتید دیگه این بازه المپیک هم داشتیم آره یکی یکی از استریمران نشد دیگه فقط کم بود گودزیلا و کنگ بیان مسابقه بدن دیگه وسط وردی یعنی بیان اون جایی که اتفاق بیفته کسی تعجب نمی تعجب نمیکنه که گودزیلا وسط وردی اومده بیرون این وسط ما المپیک هم داشتیم المپیک حالا برای ما ایرانی ها حداقل برای خارجی ها یه در واقع یه مجموعه مسابقه است <تصفح> یه سری آدما میرن با همدیگه مسابقه میدن برد و باخت داره و خیلی تفننی و خوش میگذره برای ما ایرانی ها یه ذره بحث هویتی میشه که حالا مثلا یه ورزشکار ما که میره اونجا می بازه اصلا به غرورمون خود رو خدشه میشه آره ناراحت میشیم بعد اونجا رو با والیبال شروع کردیم والیبال خیلی خوب لحظان برد نظر. بعد به رو که باید میبردیم و همه امیدوار بودن و بعد دوباره همون سیر نزولی ایجاد شد ولی حالا من داشتم فکر میکردم فرض کن ماها ورزشکار بودیم تو اون سطح بازی میکردیم خب پرفورمنس ورزشکار توی زمین یه عالم عامل مختلف داخل حالا چه ورزشی کرده چقدر یارو در با مهارت چه مربی داره فلان ولی یه بخشش بود روانیه تو فرض کن مال کشوری باشی که خب اخباری که ازش میاد بیرون مدام بد باشه قاعدتا این توی روح و روان تو تاثیر میذاره اون بخش ناراحت کنش فکر کنم برای اکثر ما ایرانیا مسابقه تسن یزدانی بود که تو 86 کیلو این اصلا قبل اینکه بره همه به میگفتن طلا 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 و این بیچاره خب حالا با اون اخلاقی که داره که میگن تختی دوم و خیلی آدم مردم داره خوش اخلاقیه تا فینالم که با اقتدار رفت و فینال هم دیدیم دیگه همه توی 18 ثانیه آخر اون اتفاق افتاد 11 ثانیه هیجن... حالا خیلی مهم نیست اه... ولی بخش ناراحت کنندش اینجا بود که آخرش که رفتن باش مصاحبه کنن همون لحظه اولی که مسابقه تمام شده بود این یه لحظه فقط گفتش که اه... من شرمنده مردم شدم اصلا انقدر ناراحت کننده بود یعنی بابا تو رفتی مثلا مدال نقره المپیک گرفتی یه طلا داری یه نقره تازه یه, چا... یه, سه سال دیگه هم میتونی باز بری المپیک هر کسی دیگه ای باشه هر ورزشکار دیگه ای باشه اونجا خوشحال قاعدتا ولی این آدم به خاطر اینکه مسئولیت این برداشت منه میتونه غلط باشه ولی به خاطر اینکه مسئولیت مسئولیت بزرگی رو دوش خودش احساس میکرد که این باید مردم رو خوشحال کنه <تص> و طلای این واقعا خوشحال میکرد مردم رو طلاعی. این واقعا مردم رو خوشحال میکرد هر طلا خوشحال نمیکنه ما یه طلا همون روز اول گرفتیم <applause> اون فاصله خوشحالی ناراحتی مردم چند ثانیه بود تا وقتی اون آدم نشون داد که آدم مردمی نیست اون طلا کسی رو خوشحال نمیکرد ولی این آدم با این رفتارش اینجوری خودش رو مسئول میدید اولا که فشار روانی مضاعف روش میذاره که همه انتظار طلا ازش دارن بعد و خودش رو مسئول خوشحال کردن مردم میدونه ای کاش یه ذره مسئولای ما تو کشور اونا که قدرت داشتن میتونستن اینقدر با باشن حالا من اینو بگم ما چهار نفریم خودمون زریس کنم مثلا تو کارده داریم زندگی میکنیم میخوایم بشینیم جلو دوربین چرت پرت بگیم دلمون اصلا اخبار اینا رو که میشتویم مثلا هممون پکریم اون م. که داره تو ایران زندگی میکنه این فشار روشه خب معلومه بره تو توشک خب نمیتونه اون پرفورمنس رو هر کدوم از این ورزشکارایی که دارن اصلا دوشن. هرچی با ورزش دیگه ورزش قشنگیش به برد و باختشه قرار نیست که تو همیشه بری ببری هیچ اشکالی هم نداره با من اصلا ولی این فشاری که دارم دارم. روی این آدمه که من مثلا باید برم اونجا مسئولیت خوشحال کردن مردم ایران تو اون لحظه با منه کل مردم 80 میلیون و مردم. بعدش میگه من شرمنده مردم شدم نه دی شرمنده شما نیستی شرمنده آدمای دیگه آره اینم خیلی ناراحت کننده بود برو شروع کن یه دونه کشتی گرشیم علی محمد علی گرایی دو تا داداش شما مال اسلوب داک داشت در مورد سنجاب نشون گفت دیدی اسلوب داگ داشت چیزش تحلیل میکرد آره اسلوب داگ و کوین هارت داشتن کشتیش تحلیل میکردن چند تا حرکت عجیب زده بود یه جاش می پره فرنگی دیگه نمیتونن پا رو بگیرن یعنی فقط بالاتر است این میپرید مثلا یهو پرید <applause> مثلا پاشو بین پاشو گذاشت رو سر رو <applause> اون سنجاب پرنده آره آره اونی نه گرایی برگش... نبود سنجاب چرا چرا؟ پرنده یکی بود مدال نه ورد. نه, نه چرا اسمشو <applause> میگفت محمد علی گرایی بود فن سنجاب پرنده آره آره رو می آره, آره. آره اینو زد و اینو میخندیدن و برمانش گفتش که آره. نت خیلی هم بانمک میگوه در یه جا اصلا یار رو بلند کرده و تیدش از یه مرد تشکل کردش و مرد تشکل کردش نشمسخاره میکرد که بینه آرده میگفتش زوم آن ده بلک گایز فیس آره خب پسره باش دادی چه اتفاق واسه شفت داده اگه آفش خیلی خنده دار شده آره آره اگه بتونم با این پایین کلیپشو آره ولی کاری که آمریکایی‌ها با کشی کردن آزاد سه تا مدال طلا گرفتن خیلی یه زمانی مثلا ما میگفتیم ما آزاد کاریم حاجی اومدن تهران همه رو فیتیل پیچ میکردن سگ بغل می‌زد یارو اصلا <applause> <تص> ولی ببین چه برنامه ریزی کردن چه سرمایه گذاری کردن آره و همین دیگه مثلا چرا کسی مثل حسن یزدانی پا میشه رو استعدادش میره اونجا دیگه ما که تو برنامه ریزی حرفی برای گفتن نداریم ولی اون لامحصبا یه جوری برنامه ریزی من سنگین وزنشون داشتم میدیدم فینال رفته بود با چیز گرجستانیه خیلی قهرمان جهان بود و اینا بعد گرجستانی هم جلو بود این تو دوازده آخر 120 کیلو دورش انقدر دوید که اونو خاک کرد بعد اصلا آمادگی بدنی رو ببین چه جوری میتونی تو ده ثانیه آخر تو اونجوری دوره طرف آه. تو صدم ثانیه اینو خاکش کرد طلا گرفت کلا دیگه زیاد حرفی برای گفتن تو ورزش نداریم یعنی وزنه برداری امسا... هم باز شو خوبه وزنه برداری نقره گرفتیم سنگین آره، اون تالا خادزه که طلا گرفت اون اون خیلی کانفیدنت آره اون گرجیه آره اون خیلی اون اون رکورد جوری... رضا زاده رو عجیب غریب زد با فاصله 40 کیلو از نفر دوم که ما بودیم قهرمان شد آره رضا زاده عجیب لاغر شده یه عکس ازش دیدم آره اون مشکلی خیلی خوبه همین بدیم یه چیز دیگه بگم در مورد در ادامه حرف کارون که حالا همه کشورها یه جوری دنبال میکنم المپیکو حالا به یه تورنمنت ورزشی برد باخت جفتش فانه و اینا ولی برای ما فرق داره یکی دیگه مسابقه ای که اتفاق افتاد تکواندو کیمیا آه، علیزاده و ناهید رفت کیانی فکر میکنم که خب اونم دوباره یه حس جدیدی بود که اصلا ما هیچ موقع این حس رو نداشتیم که دوتا ایرانی جلو هم بازی کنن یکیشون زیر پرچم دیگه ای بازی کنه و یکشون زیر پرچم ایران اون هم دوباره یه چیزی بود که ما تجربه کردیم آره یعنی نه کیمیا رفت چهارم شد اون ناهیدم که هست شد آره چهارم شد اون خیلی, خیلی ناراحت و چیزی بود اون استعداد ببین عجیب. مشتی همه چی دست به دست هم داده خدا وکیلی بزنه زمین یعنی اصلا همه چی یعنی بگو زمانه کرونا آب و هوا میتونم تا صبح براتون اینطوری انگشتمار انگشتای پا دست و همه رو بخونم براتون برم جلو این چیزی <تصفح> که فرزاد گفت برای بقیه مثلا برای بقیه ملیات تفریح من یادم قبل بازی ایران کانادا من به همکار کانادا والیبال داشتم میگفتم مثلا امروز بازی و اینا بعد اونجوری بود که شما که میبرید شما همیشه ما رو بردید بعد من نشستم بازی داد بدترین والیبالی بود که فکر کنم ایران تو 10 سال گذشته بازی سه ست داد سه ست بدم داد یعنی حتی ما نزدیکم نبودیم بهشون خیلی بد بعد اصلا اعصاب من خورد شده بود اصلا من نمیتونستم کار کنم کلی با کوروش نشستیم حرف زدیم اون والیبالید بابا چون چه, چه افتضاحی شده اینا ولی اینا اصلا خودشون شواد من توی من... من یه همچین اسی رو توی جیم داشتم معلم کسی که میرم جیم ام... برزیلیه بعد نشسته و مثلا در ورزش های دیگه میگفت دیدی قایق رانی چقدر با حالود. مثلا فلان دختر مثلا اینطوری میزد اون یکی مثلا تو این سن کمش اومد طلا گرفت و اینا بعد اون نشستی ملیت های دیگر رو چرا نگاه میکنی <تصفح> مثلا برزیل رو چرا نگاه میکنی گفت نه این یه تورنمنت ورزشی همه رو باید ببینی مثلا ما رو ببینی کشورهای دیگه میگفتم مثلا موقعی که توی برزیل بودیم فقط فوکس رو برزیل بود و کانادا مثلا تمام ورزش‌های دیگه آره رو هم می نشون میداد آره جایی همه بازی‌ها آره رو نشون آره من بعد اونم برای من حس عجیبی بود گفتم که خیلی احمقانه است برای چی مثلا نشستی کانادا رو نگاه می‌کنی وقتی برزیلی ایران هم اینجوری فقط بازی ایرانو نشون ولی من اینجا نشستم کلی ورزش عجیبی والی والیبال والیبال ساحلی‌ها همه والیبال شیرجه اسرائیلی آمریکا جای من دیدم ورزش راه رفتن با سرعت بالا بابا اون جاگینگ خیلی وقت است. من دفعه اولم اومدم خیلی سخته مرز ببین مرز خیلی باریکی است بین رانی چون خیلی سخته با اون سرعت بری ندویی آره دیگه میگم مرز خیلی باریکیه خیلی خوددار باشی خسته میشی نمیتونی 50 <applause> کیلومتر آره. بریم سر اپیزود من, من اپیزود من خیلی گفتگو محوره من میخوام در مورد این سفری که رفتم صحبت کنم فهمم قبلش بگم من <applause> این سرفه های ریزی که میزنم کرونا نیست نگران <applause> نباشید اینا بر اساس اتفاقایی که تو دبی افتاده است که حالا بهش میرسیم چرا و چه جوری و اینا ما اینجا رسیدیم آقا من کی بود فکر کنم مثلا سه هفته پیش بود یهو یه تصمیم بر این گرفتم که نیاز به یه سفر دارم و خب حالا مثلا این برا اون برا اینا خیلی فرهاد ناراحت شد من یادم آره با که فهمید خیلی فرهاد ایمان شد. آره. اون رفیقم که توی خودکستم خود. هم و اینا صحبت کردیم و به نظر رسیدیم که اون داشت میرفت دوبه منم گفتم که منم میام اونجا و خب اوایل که مثلا با بقیه که صحبت میکردم کسایی بودن که مثلا پدرم اینا خیلی وقت خود نرفته بودن یعنی مثلا 10 15 سال پیش دوبه دیده بودم من آخرین باری که رفتم 17 سال پیش بود خیلی بچه بودم 12 سالمون اون رفتم بعد همه بر این باور بودن که آره دو بی جای ناامنیه مثلا دو جای درستی نیست بهتون بد رفتاری میکنن فلان و اینا اخو خب مثلا خیلی من یه جا خوردم که خب نکنه مثلا بری اونجا قپونی کشمون کنن مثلا نمیدونم دیگه مثلا نمیش نمیدونسه اینا و شروع کردم با بقیه صحبت کردن که مثلا کسایی که تازه دبی بودن یا مثلا دبی زندگی کردن چند سال و اینا ببین نظرها تقریبا 180 درجه با هم دیگه متفاوت بود یعنی مثلا کسایی که دبی زندگی میکردن گفتن امترین جای کسایی که مثلا قبلا دبی بودن این تو بود که بری میگیرنت <applause> و مثلا نمیدونم چرا منو مثلا مگه من میخوام چیکار رو کنم تو دبی که مثلا منو حتما میگیرن و اینا خلاصه دیگه تصمیم بر رفتن شد و اینا اول بگم که سفر رفتن چقدر الان سخته و چقدر هزینه برداره برای فقط یعنی شروع سفره حسن توی به سفر رسیدن هیچی از کانادا که بخوایم برین قبلش باید از این تست تو دماغی ها بدین پی سی آر بدید بعد باید دو تا دوز واکسنتون زده باشین وگرنه برگردین 2000 دلار جریمهتون میکنن و باید برین قرنطینه چرا جریمه اگه از کانادا بری الان واکسن, دو... واکسن, نزده, واکسن باشی؟ نزده, باشی. بری و برگردی 2000 دلار جریمه میکنن به علاوه پول قرنطینه که باید بدی بعد کلی فرم و اینا بعد پر بکنی که چرا داری میری کجا داری میری برای چی داری میری مثلا داری میری کیا رو ببینی و اینا بماند که مثلا فکر کنم من موقعی که میرفتم یه پوشه ایشا مثلا چل برگه با خودم داکیومنت برده بودم که مثلا بعد نشون بدی بعد توی مثلا از اینجا که میری پی سی تو چک میکنن پاسپورت رو چک میکنن بعد ویزا بگیری الان مثلا ویزاش مجانیه ولی خب مثلا یه پروسه همچین چیزی داره کجا میگیری ویزا رو توی موقع ارایوال توی دبی میگیری همونجا ولی هلت اینشورنس هم الان مندتوریه که بعد داشته باشی به خاطر کووید یعنی اگه مثلا یو گرفتی مثلا اون بار چیز نیفته روی دولت دولت امارات دولت امارات خلاصه من رفتم و از اینجا رفتم فرودگاه چیزی که خیلی جالبه فرودگاه ونکوور خیلی خلوته اصلا عجیب مثلا فقط دوتا گیتش بازه و رستوران همه بسته و همه چی تعطیل تقریبا ولی فرانکفورت ببین عین هود مور و ملخ مردم همینطوری میلولیدن تو هم دیگه و شلوغ اصلا عجیب و اینا توی چیز تو فرانکفورت اجباری بود تو ونکوور اجباری نیست تو فرودگاه یعنی اونجا مثلا بعد ماسکتو میزدی نه دوباره اونجا, اونجا پی سی ها خیلی پرواز زیاده اونم دوباره باید. پی سی آر تو چک میکنن و فلان و اینا دوباره میرسی هر موقع میخوای سوار بشی دوباره چک میکنن دوباره میرسی دوباره دوباره پی سی آر تو چک میکنن و اینا بستگی داره که از کدوم کشور میای یا بعد دوباره تو دوباره پی سی آر بدی یا نه بدی مثلا ایمان که از ایران اومده بود اون بعد پی سی آر میداد مثلا از من نگرفتن خلاص ما رسیدیم دوبه ببین اولین چیزی که من باش من فکر کنم یک از در فرود نه نیم شب از در فرودگاه اومدم بیرون اومدم بیرون موج گرمایی که من خورد من تو صف تاکسی وایس دارم مثلا سه دقیقه ها برگشتی تو ببین نه تو صف <تصفح> تاکسی که بودم میدیدم که لباسم داره خیس میشه چند درجه بود رسیدی 39 درجه بود موقعی که من رسیدم و گرم صد بود احتمالا صد و آب. آب. آخرش بود دیگه آلا صد در صد در صد. بالای صد درصد بالای صد درصد آره من رسیدم هتل رو شب اول دیگه تو هتل گذروندیم و فرداش من میرفتم ماشین میگرفتم پروسه ماشین گرفتم خیلی راحت و مثلا بهت ماشین تو میدن و بعد رفتم دنبال ایمان فرودگاه به این مثلا اینطوری بود که من رفته بودم یه جایی که ورود ممنوعه رو من رفته بودم تو جایی که نبد وای میستادم وای میستادم وای بودم منتظر بودم ایمان بیاد مثلا راه اوتوبوس تقریبا بسته بودم یعنی اوتوبوس ها میخواستم برن خیلی باید عجیب میرفتم چون که خب اگه میرفتم بیرون دیگه بلد نبودم برگردم از یعنی رسیده بودم به جلوی در ترمینال دیگه نمیرسیدم باید, باید ایمان, ایمان می آره اولین باری بود که پلیس اومد پشت من و از من خواهش کرد که یه ذره جلوتر وایس یعنی <تصحنت> 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 این تریم نبود که مثلا داداش دوری چی کار می‌کنی تیکت و فلان و اینا گفتش که توریستی گفتم که آره گفت میدونم منتظر کسی هستی یه ذره جلوتر وایس وای میسم اینجا که حواسم باشه که مثلا کسی اذیتت خیلی با اینا خلاص ایمان اومد سوار شدیم و رفتیم و ببین چیزی که خیلی برای من از اصلا اولش جالب بود معماری بود یعنی معماری که تو دوبه میبینی خیلی متفاوته با همه جای دیگه اشکال خیلی عجیب یعنی تمام این چیزها قوس داشتن تمام این ساختمون که اونجا بودن مثلا وسطش توش قوس داشت مثلا وسطش یه دونه بیزی در آورده بودن نمیدونم چرا خیلی ساخته اونا شیک و ترتمیز و همه چی تمیز بود این تمیزی هم خیلی من اذیت میکرد یعنی این تمیزی رو اینجا نمیبینی <applause> نمیخواسته چی میگم و من تازه حالا شبش فهمیدم ما داشتیم شب ساعت سه داشتیم برمیگشتیم سمت خونه دیدم که تمام تابلوهای تبلیغاتی تمام پولا رو مثلا میشورن. همه رو وایستادن دارن با آب فشار قوی دارن میشورن این خیلی برای من عجیب بود خاک و اینا رو از روش رو خاک و شن دیگه آه. چون که شن خیلی زیاد تو هواست یعنی میبینی صبح که بلند میشی قشنگ م... مثل همینجا دود هست مم. قشنگ یه همچین چیزی داره همچین ویوی داره و حالا چیزی که خیلی برام جالب بود آخرش که داشتم و دو دوی برمیگشتم اینو, فهمیدم که ام... یادمون رفته چه جوری باید بریم وکیشن یعنی من هی مثلا میخواستم یه سری کارا رو عقب بر خودم برنامه‌ریزی کرده بودم ولی چون انقدر توی اون جو بودن توی جای جدید بودم آه، یاد رفت به هیچ کدومش نرسیدیم واقعا آره ولی واقعا جای امنیت که اصلا حرف اول میزنه من مثلا چیزایی که دیدم آدما گذاشتن رو میز رفتن خیلی برا من جالب بود که مثلا یارو موبایل و لپتاپ و کیف مثلا خیلی گرون قیمت و اینا رو گذاشته و نیست مثلا ما دقیقه اونجا بودیم یارو نیومد <applause> یکی هم نرفت مثلا ببینه چه خبره اینجا مثلا یه دوری بزنن جای آن... مثلا های اندش بوده دیگه یا نه مثلا این اتفاق نه ببین احساس میکنم به خاطر ببین یزی که هست همه چی جریمه داره <applause> یعنی تو مثلا اگر که ماسکت کامل نباشه حالا یز جالب همه میگفتن که آره قبلا که ما میرفتیم از قرنیه چش عکس میگرفتن میری دوبه مثلا از چشت عکس میگرفتن تو فرودگاه تو فرودگاه بعد میگفتن که فقط از ایرانیا میگیرن و اینا من رفتم از منم گرفتن یعنی از همه داشتم میگرفتن فقط, فقط من پاسپورت کانادایی رفتی آره آره یعنی من به خاطر که پاسپورت کانادایی داشتم از منم این عکسو گرفتن و اینا بعد که جویا شدم چرا توی مالا یه سری ربات گذاشتن اگه ماسکت پایین باشه ازت عکس میگیره با اون قرنیه چشه مچ میکنه موقعی که داری میری هر دفعه 500 درهم جریمت میکنه این قشنگ این بده این عکس قدیم عکس با... میگرفتن اون موقع دلیلش اون موقع نمیدونم مثلا اون موقع مریضی پریزی چیزی بود احتمالاً رکوردی آره میخواستن آره یه رکوردی داشته باشن و اینا بعد همه اینو خیلی بد میدونه یعنی من مثلا با هر کسی صحبت میکردم که قدیم رفته بود آره ما رو نگه داشتن از قرنیه چه شون عکس گرفتن فلان و اینا ولی بقیه نمیگرفت آره قرنیه یونیکه فراد عکس نمیدونم بعد اون ربات آره اون ربات چی چیزی میچ میکنه نمیدونه تو دیدی از, از اون ربات اره اره, آره آره تو مال همطوری عکس رو آورد اینجا که نه 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 از صورتت که مثلا ربات یه حالت مثل آیفون مانند همون یعنی لزوما قرنیه لازم نیست دیگه میگفتن از قرنیه ولی معروفه به عکس قرنیه منم چه نه و این هر دفعه چیز میکنه جریمت میکنه اگر که نزاده باشی 500 درهم و من حالا چیزی که خیلی برام جالب بود این بود که من حتی یک نفر میگم یک نفر یک نفر بومی رو هم ندیدم که ماسک نزده باشه حتی بیرون یعنی تو دمای 40 درجه هم همه میذارن و مندتوریه یعنی تو خیابونم دای رامیری میری و ماسک تو زده باشی و اصلا از از کووید خیلی سیف بود یعنی من باورم نمیشه که یه همچین فرانکسازی کردن حالا به واسطه جریمه است به واسطه هر چیزی که هست ولی واقعا همه صد درصد داشتن رایت میکردن تنها موقعی که ماسک نمیزنیم مثل همینجا که موقعی که داری غذا میخوری مثلا نشستین دوری میز بعد اینطوری بود که بیشتر شیش نفر سری میز را نمیدادن التماس هم میکردی را نمیدادن خیلی خیلی جالب بود از لحاظ کوویدی که من دیده بودم واقعا باورم نمیشد که مثلا حالا مینی از با بقیه که صحبت میکنی میگن که چه میدونم کشور جهان سوم خاور میانه فلان و اینا ولی واقعا کاری که کردن خیلی عجیب بود اون فرنگسازی که داره اونجا میشه خیلی کجا رفتید اونجا ببین ما بیشتر به خاطر به واسطه گرمایی که بود بیشتر تو دبی مال بودیم دبی مال هم که اصلا ببین دبی مال یه فکر کن فکر کن مثلا مترو تاون هفت برابر مترو تاون یه مال شهر. خیلی آه. یه شهر واقعا توش تاکسی رفت آمد میگن توی مال یعنی مثلا میتونی تاکسی بگیری بری اون مال درست پوشیده سر پوشیده. سر, پوشیده. سر پوشیده. خیابون داره توش نه نه خیابون نه توی همون ما انقدر این چیز میبینی ماشینا رو از این ماشینای تو مالی دیگه مثلا تو فودگاه هست از اونا آها تاکسی آه. آره روش تاکسی اینا میتونی بگیری پولی هم هست مثلا ببرت اونور ما و انقدر این مال بزرگه که اصلا باورت نمیشه اصلا مال ببین اصلا اینطوری بگم یه جا داره به نام فشن اونیو خب که مثلا تمام برندهای خفن دنیا اونجا مثلا لوی ویتان سه تا شعبه داره اینجا مثلا استارباکس یه جا سه تا شعبه میزنه انقدر که اینا شلوغ میشن مثلا سه تا شعبه داره تمام این برندهای خفن مثلا دو سه تا شعبه تو همون مال سه تا شعبه داشت تو لوی همون مال آره. اوکی آره بعضی دیگه, دیگه جالبی که دیدم این بود که مثل استرالیا مثلا استارباکس و تیم هورتون و اینا فقط یه شعبه بودن یعنی اصلا به همچین کافی های اعتقاد ندارن خودشون کافی لوکال کوچیک که خودشون رو دارن که مثلا به اونا این برمان. کار باحالیه آره مثلا <تصفح> کافی عربی آره بیشتر مثلا کافی شاپ های خفن چیز لوکال باحاله خودشون بود با شیرینی های خودشون و اینا ولی خب از یه ورم ببین لاکچری که بیداد میکنه دیگه یعنی سقف لاکچری مشخص نیست اونجا تهش مشخصه یعنی تو یه باطمی داری که میتونی <تصفيق> <تصفيق> هیت بکنی اگر که بخوای سایه دیگه کف دوبه دیگه مثلا قلیون <applause> مثلا دو دلاره ولی خب توش مثلا مشرد میشه ولی سقفشو هیچ سقفی نداره یعنی تو میتونستی مثلا بری مثلا یه قلیون مثلا بگیری 150 دلار یه جا دیگه بود میداد 550 دلار همیشه یه سقف بالاتری از اون هست اگر که دنبالش باشی بعد ولی چیزی که آدم اذیت میکنه خب برای وجود داشتن یه لاکچری یه سری آدم ها که لاکچری زندگی کنن یه سری آدم ها باید بدبخت زندگی کنن دیگه یعنی تو میدیدی که یه سری آدم ها واقعا دارن مثلا توی شرایط خیلی بدی زندگی میکنه و من اولین باری که خیلی مثلا ناراحت شدم این بود که توی رستورانی بودیم یه طرف جابش این بود که مثلا یه دستشویی بود اندازه مثلا این حال مثلا پذیرایی شما جابش این بود که خیلی نه خیلی مخوام... نه نه میخوام بگم که مثلا یارو تو چه فضایی بود خیلی اون خیلی تمام خیلی مدت, مدت اون تو بود یعنی از اون مثلا اینجا مثلا اینطوریه که هر نیم ساعت میرن از شویو تمیز میکنن یارو کارش این بود که اونجا وایسه نیم ساعت. چیکار وایس تمیز کنه هم. تا تو میرفتی از پشت پاد اینطوری میزد بهت میگفت شیراب اینجاست باز میکرد مثلا میگفت مثلا صابون می نه حالا واقعا شاید اون کارم میکرد <applause> ولی من هر موقع که رفتم اونجا و بعد که مثلا با یکی از دوستان صحبت کردم گفتش که با ایمان گفتش آره اینا مثلا توی تمام دستشویی که بری میبینی که چند نفر اصلا کارشون اینه که اونجا صندلی داره نشسته و کار تو همه تو همه لوکیشن آره. آره. یه خاص بوده نه، نه،, نه 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 مثلا توی دو مالم توی دستشویی‌هاش دو نفر بودن همیشه داشتن مثلا کار میکردن اینا و خب این یه ذره انسانی آره، نیست با کوروش داشتم سوال میکردم کوروش چندین سال دبی زندگی کرده میگفتش که حالا من حتی اونم آدم میتونه قبول بکنه که یارو کارش اینه خب ولی میگفتش که برای کاری که داره میکنه اونقدر حقوق و مزایام نداره دیگه یعنی دارن نم. مثلا یه حقوق خیلی کمی بهش میدن فقط به واسطه اینکه از کشور خودش داره بیشتر در میاره مثلا به اسم داره تو شرط خیلی بدی زندگی میکنه اینجا مثلا داره توی یه مثلا تمام مدت توی دستشویی روزی دو دلار بنویسه این که میانگین نمیدونم ولی خب حالا چیز خیلی باحالی که بهتون بگم از اونورم میگم سطح لاکچری عجیب بود مثلا ما نشسته بودیم داشتیم غذا میخوردیم این قلیونی که ما رفته بودیم یه رستوران بود که قلیون هم داشت و مثلا چایی و همه چی داشت ما تو نشسته بودیم یه پرشن بیرون هم داشت رو پرشن بیرونش شبا مثلا کار میکرد که بیرون کولر و اینام گذاشته بودن مثلا اونطوری هم حس نمیکردی که مثلا بیرون نشستی به خاطر حجم کولری که گذاشته بودن تو فضای آزاد به من خیلی برام جالب بود دیدم که یه یارو همینطور داره به میزا نگاه میکنه به میواد تراز میزاش رو میز هر روز میزا رو تراز میکرد در شب این <applause> اصلا من مونده بودم که واقعا مثلا انقدر به این چیز اهمیت میدن که مثلا یه نفر میاد هر روز میزا رو تراز میکنه و ما دو سه باری که اونجا بودیم هر روز این یارو یعنی هر دفعه ما این یارو دیدیم توی اون ساعت میواد برای شب میزا رو تراز میکرد اشتغال سازی کرد نه ولی حالا من بعدا که دماش تحقیق کردم کاری که لیبر اینتنسیوه کاری که کارگر باید انجام بده خیلی ارزونه مثلا توی تمام پارکینگ که هست حتی پارکینگ هتل ما هتل ما هتل آپارتمان بودیم یعنی من ایر بی گرفته بودم اه اه، کارواشه یعنی یه سری آدم هستن که میان ماشین تو میشورن برای پنج درهم پنج درهم میشه تقسیم به سه کن مثلا یه دلار خورده فای. و تو مثلا دو بیمال تو تمام لولاش مثلا انت آدم هستن که در این کارو میکنن ولی خب پروداکت از اون وقت گرونه میشه میگم کارهایی که لیبر بس. داره خی خیلی سرویس خیلی ارزش آره دیگه معمولا موجود... مثلا کیفیت زندگی چقدره دقیقاً آره شغلای جنرال میگن اینجا چقدر درآمد دارن اگه که یارو با شغل جنرال اینجا میتونه یه زندگی معمولی خ... حالا متوسط رو به پایین شاید داشته باشه میتونه یه ماشین داشته باشه یه خونه داره آه. حقوق و مزایا داره یونین داره چه میدونم اگر که به یارو بگی بالا شد ابروه اتحادیه داره بالا چشت ابروه میتونه مثلا ازت شکایت بکنه و اینا اونجا کوروش میگفت اصلا هم چیزی وجود نداره یعنی سطح پایین زندگی واقعا سطح خیلی پایین زندگی محسوب میشه اصلا حالا اینکه دبی نیست ولی قطر جامعه جهانی بعدی قرار تو قطر باشه خیلی اعتراض کردن به خاطر شرایط کاری که حالا اینا برای ساختن اون استادیوم های ورزشی و هتل اینا کارگراشونو خیلی تو شرایط بدی نگه میدارن اینجا هم تقریبا همینه ات... آره خیلی شبیه دیگه استراتژی یکیه که اینا میگفتن مثلا مسابقات باید کنسل بشه میزبانی نباید به اونا میدادن انسانی نیست انسانی نیست مشکل نه آره واقعا مثلا بعضی اگزمپل هایی که میبینی واقعا انسانی نیست یعنی حالا ما مثلا میام خودمون رو در نظر میگیریم میگم که به ما خیلی احترام میذاشتن ولی به خاطر اینکه ما داشتیم اونجا پول خرج میکردیم دیگه یعنی هر کسی اونجا پول خرج بکنه احتمالا بهش خیلی احترام میذارن ولی خب میگم از اون ورش هم میدیدی دیگه اون قسمت دارک ساید دوبه هم وقتی نگاه میکنی اینه که خیلیا دارن توی شرایط خیلی بدی زندگی میکنن ولی خب از اون برم ببین مثلا داشتم نگاه میکردم یه کشوری که دورورش پر ناامنی مثلا توی خاور میانه همه جا جنگ و فلان و بیسار و اینا اصلا انگار نه انگار یعنی یه آیسولیشن یه مثلا آیق خیلی عجیبی وجود داره که تو اصلا متوجه نیستی که داری توی یه چیز زندگی میکنی یه همچین مثلا کشوری زندگی میکنی جایی که نه آب و هوای خوب داره نه مثلا زمین های حاصل خیز داره فقط مثل اینکه به واسطه مثلا چند تا چای نفتی که اونجا بوده واقعا از پولش نه حالا همون حالا عددش نمیدونم ولی به واسطه چای نفتی که اونجا بوده از منابعش درست استفاده شده و شده مثلا یه منطقه توریستی خیلی عجیب درست با معماری خیلی باحال بعد چرا میکنی؟ ها <laughs> من نه خیلی نیست دیگه الان بهتر شده آره خیلی بهتر شد. به واسطه <تصفح> 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 من از 2016 دو تصمیم <تصفح> گرفتم که مثلا قیلیون نکشم من قبلش خیلی قیلیون میکشیدم بچه هایی که خودکست رو یعنی اول شنیدن میدونم ولی دیگه وقتی رفتم دوبه دیدم که اصلا نمیشه یعنی تو اومدی مهد قلیون <تصالح> دنیا سر بعد ایمانم خب بود و من یعنی نمیشد که دست رد به چون اصلا ایمان وقتی جلو داشید قلیون بکشید یه دلت میخواد اینا بعد دیگه تصمیم به این شد که خب ریلپس تا هستیم قلیون رو استفاده بکنیم آره <تصالح> زیاد استفاده شد نباید انقدر استفاده میشد ولی میگم خیلی خوش گذشت حالا من با بچه که دارم داشتم صحبت میکردم و اینا بهشون گفتم گفتم که انقدر برای من دوبه جذاب بود که احساس کردم که مثلا میخوام برم یه مدت تجربه کنم ببینم واقعا مثلا چه جوی کشوریه ببین یه بار روانی هم داشته یعنی اینطوری بود که من تو, تو توییتر هم نوشتم موقعی که هاپ ما داشت فرود میومد دیدی مثلا رو اون تصویر جلوت که داری میبینی که چقدر فاصله داری با مثلا ایران یه تمام جزایر ایران می‌دیدی. و چراغا قشنگ همش مشخص یعنی شب من داشتم داشت قشنگ آه 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 از نه چرا چند کیلومتر مگه فاصله نه از تو اسکرین می دیدی نه 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 از پنجره من چراغایی که موقع هواپیما چون... هواپیما داش میشنه مست... نه 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 داش هواپیما می نشست شنه... من شب بود دیگه ساعت 11 خورده شب 11 و نیم شب داش رسیدم من تمام چراغای ایران مثلا می دیدم این خیلی مثلا ناراحت کننده بود که حالا به واسطه شرایطی که وجود داره الان مثلا اینقدر مثلا آبون اون وسط این ور اینقدر امنه مثلا اونجا کرونا داره بیداد میکنه نصف فامیل مثلا کرونا و اون بار روحی که داشت اینطوری بود که خب همیشه اینطوری بود که اگر که درست مدیریت شده بود شاید ایران هم میتونه سمی شکلی باشه ما به جایی که مثلا بریم دوبه الان مثلا میره. میرفتیم ایران و نمیدونم احساس کردم سم... که اونجا, اونجا... ما که بریم ما ایران بودیم همون حالا شاید هم حالا ما اومده بودیم ولی خب دوست داشتم که یعنی احساس میکردم که اون نزدیکی به ایرانه یه آرامش خاطر بود نمیدونم چرا شاید مثلا فکر کنی که حس خوب بود نمیکرد نه من خیلی یعنی دوست داشتم که یعنی دوست داشتم اون حسی که مثلا انقدر نزدیکه به ایران اینجا که هستی مثلا اینطوری بود که اگر که واقعا مجبور بشی بری ایران دو ساعت راهه اینجا اگه مجبور بشی بری ایران یه پروسه خیلی عجیبه مثلا ناگواری رو باید پشت سر بذاری تا بتونی بری ایران و من میگم خیلی چیز بود احساس کردم که دوست دارم مثلا برم یه چند ماه اونجا از نو شروع کنم چیو زندگیمو ما نمیدونم خیلی نگران خود شدن خیلی ها من اینو توی یه چیز گذاشته که من آره بعد ما استوری هم بری که چرا دوباره هفته دوم نیستیم که نرفتی نه نه به کرم رفتی دبی نه 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 من آخه دبی که بودم یه دونه استوری گذاشتم گفتم یه چیز گذاشتم یه توییت کرده بودم که اگه من برم دبی کسی ناراحت میشه همه جواب این تو که خودکست میشه گفتم نگران نباش خودکست ادامه پیدا میکنه منم هستم حالا از راه دور شاید بچه‌ها مثلا دورم جمع میشن و اینا ولی آره همه هیچ به هیچ چیزی اصلا هیچ چیزی دیگه برش مهم نبود فقط خودکست مهم بود که جذاب بدونم خیلی تحصیل گذار آره در آخرم من در آخر فقط شیش روز, روز اونجا بودم شیش روز هشت شب؟ وقت از ایرانی چیز همیشه این حرف هست احساس کنم خیلی کمه یعنی تا برای مثلا اه. 22 ساعت پرواز 6 روز واقعا احساس کردم کمه به میگم انقدر که یادمون رفته مثلا ویکیشن چجوری بدیم بریم من اینطور بدم که خب من الان نمیدونم باید مثلا یه خیلی کارایی بود که میخواستم بکنم و انجام ندادم و اون مثلا اون ذهنیتی که عقب افتادی مثلا میخواستی یه سری کارا رو بکنی و کارا رو انجام ندادی خیلی داشت اذیت میکرد آره فومو و هنوزم همینا هنوزم هم مثلا من دارم میخوای بری اون فومو ببین یه جوری الان ولم کنن فردا میرم دوبه که نمیدونی اگه اگه بحث پول نباشه یعنی و اینا عشق چیکار میشه کرد تو دوبه یعنی خوشگذرونی و اینا هیچ لیمیتی نداره هم. تو فقط باید بخوای تو بگو که من میخوام نمیدونم <applause> برم فضا برم فضا تنها کاری که نمیتونی بکنی دوخانیاته البته یعنی مواد مخدر شدید چون که اونم اون میتونی اگر بخوای میتونی ولی ولی <تصفيق> <تصفيق> مشکلش اینه که اگر که بگیرن بگیرن قطمت میکنن دیگه اعضا تو دونه دونه ادام داره فکر آره حالا گفتم اعضا تو حالا ممکنه اون اعضا سرت باشه مالک تنت آره خیلی چیزه خیلی روی روی سیزا خیلی حساسن در اول که پی دی ای چیزه غیر قانونیه پابلیک دیسپلی آف افکشن سن نمیتونی وسط مال ببوسی بیتحلقی لبا بگیری یاده نمیزی با اینکه من دیدم انجام میدادم و حالا اتفاق بعدی هم نمیفتاد چی انجام میداد توریست دو نفر آره توریستور توی وسط یه رستوران شروع کردن همدیگر شستن و موبایلش هم داده بود به این گارسانه میگو ما عکس این داشت میشست اونم داشت عکس مورده بودم خنده بعد ولی خب حالا توی تمام وبسایت هایی که مثلا میخونی در مورد قوانین دوبه و اینا نوشته که نمیتونی این کارو بکنی مثلا گرفتن دست و مثلا اینا مشکلی نداره ولی خب داشت. میگم نمیتونین هم دیگه رو بشورین تو پابلیک و یه زیدی هم که خیلی عجیبه مثلا لباس پوشیدن از یعنی آزاد یعنی نیاز نداری که خیلی پوشیده باشی مثلا خانوما میتونن شلوارک و مثلا تا پایینا بپوشن با اینکه کشور اسلامیه ها. ولی وقتی که با مردی راحت یعنی بیشتر میتونی نشون بدی یعنی من دیدم که به خانوما مثلا گیر میدادن بعضیاشون ولی امید. اونایی که با مرد بودن و مثلا بهشون گیر نمیدادن خیلی باحال بود عجیب بود برای من که مثلا اینطوری میان تبیز قائل میشن آره آره ولی توی چیز توی مالش مثلا گشت ارشاد داشت بهت کارت میدادن اگه اگه لباست خیلی مثلا کارت رو تو کار کنی زیاد نه ولی مثلا بهت میگفتن که کاورا کارت زشته آره <applause> ماشین چی؟ ماشین اینا ماشین های خفن اوی کریم ببین همه چی بود از این پ... ماشین پلیس هایی تو اینستاگرام نشون نه فراری من نه اینا نه ماشین پلیس نه فراریاشون فراری هاشون بنز اینا میگم فراری هاشون ماشین, <تصف> پولیس, بود. <تصف> ماشین پولیس هاشون ماشین بنز من زیاد دیدم ولی ماشین دیگه ته نرش دیگه من اولین سیکس بای سیکس زندگی مو دیدم تو دوبه جیه شیش چرخ ما تو عکسش دیدیم تا حالا آره مثل وانت توره جی کلاس وانت سه تا چرخه عقبش با آره. هم میچرخه و اینا سه تا چرخ دیگه کلا شش تا چرخ سه تا این ورداره <تصفح> نه رو رو داره <تصفح> نه 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 راست بابا با با چرخه با <تصفح> عقب عقب دو تا داره آن دو تا باش من یعنی اون من دقت نکردم ببین با یه ببین اینطوری بود که من ایمان رسونده بودم داشتم برمیگشتم یهو دیدم یه صدای مثلا کارخونه تور داره پشتم میاد تو اتوبان بعد نگاه کردم دیدم بغل است من با یه سرعت عجیبی رد شد و رفت سرعت چقدر بود؟ صد بود ولی تا 120 و عکس نمی گرفت ببین دوربین که بیداد میکنه تو دوبی یعنی تو دست و دماغت بکنید بکنی میفهمن خیلی دوبی دوربین همه جا دوربینه من مطمئنم تو اتاق خواب منم دوربین بود و فیلم در میاد اینو بدونید شما سب کنید شیخ زاید احتمالا فیلم های ما رو میده بیرون و این بده دوربین بیداد میکنه مثلا توی اوتوبان و اینا شاید واقعا هر دیویس متر مثلا یه دوربین بود راحت خیلی به فاصله های خیلی عجیب و تا 120 تو میتونستی بری عکس نمیگرفت 120 به بالا عکس میگیره هر دفعه هم که عکس بگیره 500 درهم آره ولی ماشینای خیلی مثلا ما توی هتل آپارتمانی که بودیم فراری و مثلا چم لامبورگینی و اینا با اینقدر خاک روش اونجا خوابیده بود چیکار کجا رفتن نمیدونم نپرسیدم ولی ماشینای خیلی خوب خیلی زیاد بود حالا اه. یه خوبی که داره این تکس نداره دیگه روی حقوقت تو هیچ مالیاتی, نمیدی تازه به بومی ها ماهی یه مقدار زیادی پول میدن که برن اشغال کنن یعنی نه یعنی که پول اون... نفته اون, اون زنده بودن اونجا به شما پول میدن این رهبرش اینطوری که نه که پولتون نمیخوایم یو پزنتس این پولا بگیرید و نگیید ای آره اینطوری اصلا پول میریزه وقت میگم خیلی شیک زندگی حالا کسایی که بومی بودن اونجا می خیلی تر و تمیز بودن همه مثلا ریشایی که مثلا میدیدی نه فقط تو دوبه مال و جای لاکچری ما رفتیم یه جا دیگه رستوران سوریه رفتیم که خب تقریبا پایین شهر محسوب میشد اونجا هم همه خیلی شیک و تمیز بود آه این خاطره رو براتون میگم خیلی خنده داره ببین این <تصفح> رستورانی که گفتم که میرفتیم قلیون میکشیدیم تو به مال بود ببین تمام کارکناش یه پیرن توسی تنشون یه تیشرت توسی تنشون بود شلوار مشکی مثلا یه همچین شلواری که من پامه کفشای های ییزی آدیداس کفش های ییزی مثلا خیلی گرونه و همه موهاشون رو دو یا پشت بسته بودن اصلا سی کسایی که اونجا کار میکردن 99 درصدشون این بود آقا ما یه روز رفته بودیم همین تیپو زده بودم و اینا نمیدونستم که این داری. ببین <تشفت> من اوردر یه تیپ گرفتم دستش گرفتم من اومدم برم, برم دست شی تو راه برگشت دو نفر من چایس باش حبیبی <تشفت> من دیدم اسم میز غلیط نشستم یاری چه که تو تیسریز حبیبی بی رایت بعد نشست اون پیش امام گفتم ایمان من اگه بخوام بمونم همین الان من میتونم برم دو سه تا اوردر بگیرم اگر که بخوای خیلی باحال بود یعنی یه لحظه به خودم اومدم احساس آندردرسی عجیبی که هر چیزی که میپوشید این جواب بود من من لختم میرفتم جواب بود به غیر از این کامبینیشنی که من پوشیده بودم تازه مثلا اون چیزی که من پوشیده بودم مال لور تیرشون بود یعنی اونایی که یه ذره چیز بودن یه جلیقم روش تنشون بود من جلیقم نداشتم یعنی من فوقش بعد تی میزدم اونجا یارو اگه تو تیز پلیز گفتم من اینجا نشستم آره <applause> این این خاطره یه چیز بود لباس لباس پوشیدن تو دوبه بود ولی <applause> میگم مثلا میدیدی تمام بومیایی که اونجا بودن مثلا با دشاشه و اینا بودن همه تر تمیز ریش ها همه انگاه همون روز از سلمونی اومده بودن مثلا موها همه تر تمیز کسایی که نشسته بودن سر میزا بقیه هم که همه ماسک لباس ها مثلا این توی ای نبود که مثلا هم یه لکه روش باشه یه ذره لکه نمیدونم چه لباس ما نه اصلا میگه چی میگم آخه لباسی که سر تا پا سفید باشه داشت من ده دقیقه بدی تا خروش میریزم روش چقدر ما مشکل لباس داشتی همینجا الان روب ریخ روش نمیدونم چی جیری بود که اینا اینقدر سمیز داشتن ولی خیلی خیلی سفر خوبی بود حالا اگر که من رفتم دوبه بیشتر براتون از سعی میکنم از اون دارک سایدش تعریف کنم چون احتمالا دارک ساید خیلی بیشتری داره و حالا یه زمت که یه دیگه من بگم و ببندمش بریم سمت جالب هفته داری؟ یه جیره هم نکن کسی که قرار نبود پرنامه ما جالب هفته لام اون وقت حالا جالب بوده من چی بگم دیگه؟ ببین قانون مداری تو دوبه خیلی باحال بود یعنی ما یعنی حتی توریست هم که میومدن تحت تاثیر قانون چه قرار میگفتن و رایت میکردن برای همین پایین دو بیمال میشه کنار همین برج خلیفه یه دونه چیز هست یه خوز هست که آب نما داره و اینا اطمان تو مثلا اکس و فیلم ها دیدی که با آهنگ آب مثلا چیز میکنه رقص آب دارن به این آمده بودن دورش مربع مربع به فاصله مثلا دو متر دو متر گذاشته بودن که آدما میتونن دونه دونه اونجا وایسن به خاطر کووید به خاطر سیفتی کووید با اینکه باید همه ماسک میزدن و همه باید رایت میکردن و اینا ببین اصلا یارو به یه نفرم تذکر یعنی همه آدما دیدن مربع رو و رفتن تو مربع ها چون خیلی نمیدونم این چی بود نمیدونم چه جوی اونجا حاکم بود که آدما واقعا رایت میکردن من مطمئنم که اگر اینجا بود همچه نمی افتاد. یعنی ما خودمون اگر اینجا بود چهارتا هم, هم توی مربع <تص> بیاین رو راست باشیم دیگه اگه ما خودمون بودیم نمی رفتیم تو مربعای های خودمون وایسیم یا هی می مینگل می با هم دیگه ولی اونجا خیلی بر من عجیب بود می دیگه تو جوه قرار می همون این مجالی نیست واسه نمیدونم جوه مثلا خوبه یعنی اون قانونه آره همون این فرهنگ سازی خیلی قشنگی داره اگر بی شعورید برید دبی می آره خلص ما رفتیم شو اسپورت نه من اره. میگی که سقف نداره کارهایی ام. که میشه کرد و اینا یه دختر از یوتیوبره خیلی مثلا ماشینای عجیب غریب تو دبی ریویو میکنه خیلی اره. بلاندی چی چی سوپر کار اره. سوپر کار بعد رفته بود یه دونه قایق یه اره. قایق سوار شده بود که من اصلا نمیدونم همچین چیزی هست که این قایق خود بدن زیرش مستقیما تو آب نمیاد وقتی میندازن دو تا دسته ها آره آره میاد و این قایق هم تو هوا اصلا <applause> من این چیه دیگه مثلا یاد حرف تو میافتم که مثلا این اینا سوار میشن میرن تو توی یات اصلی که کارون دوست داره <applause> آره این <applause> <applause> خیلی چیزه خ... میگم لاکچری جلی... ته نداره اونجا آره عجیبه مثلا میگم با ایمان که صحبت میکردیم تو بود که طرف دیدی بابای ایرانی همیشه یه بار به همه ماین گفتن تو درس بخون پول هست خب اینا هم برگشتن به گفتن شما بسازین پول هست <تصح> <تصح> یعنی ترین اینطوری بوده نمشه. که مثلا بهترین پروداکت ممکنه رو برای اینجا بذارید پول هست مشکلی نیست اگرم پروداکت خوبی نیست یکی بسازید براش نگرانم <تصح> آره قشنگ اینطوری بود که بعد ببین مثلا زیربنایی که اونجا داشت عجیب بود یعنی زیربنا اینطوری بود که اونجا یه کشور مثلا چه میدونم یه شهر خیلی پر جمعیت تر میتونن راحت برن و تمام این انقدر خونه بود که مطمئنم همه اینا خالیه یعنی شبکه که رد میشدی چراغا همه خاموش بود آدما میتونن برن زیربناش وجود داره مترو وجود داره تمام مثلا تاکسیرانیا همه چی هست برای یه جمعیت خیلی بیشتر که بتونن تو امکانات خیلی خوب و رفاه خیلی زیاد زندگی بکنن اینم بگم تمام کنم توی دو بیمال یه پارکینگ مثلا هشت طبقه پارکینگ داره خیلی پارکینگ بزرگ یا مجانی این که پارکینگش مجانی خیلی برای من عجیبه اینطوری بود که موقعی که میای تو خب مثلا میری جا ماشین پارک میکنی بعد اینطوریه که اگر که ندونی کجاست یه سری چیز هست کیوس میری پلا که ماشین تو میزنی بهت میگه ماشینت کجا پارک کردی مثلا میتونی میای تو عکس میگیره میگم دوربین همه جا هست و دارن ازش درست استفاده میکنن میتونی میگه که برید مثلا پی فور مثلا فرانجا تو قسمت جی ماشینتون اونجاست بکنم تو داستان پرایویسی اینا خیلی مشکل ساز بشه از همه عکسو میتونه خب رو همه میدونن آره همه هم میدونن هم هم که باشه در موقع اتفاقی آره اسم این جالبه جالبه نه خیلی جالبه بگو ببینم چی داری برامون آره اگه من خواستم برام دو بی کنم میگم دیگه در جریان باشید میگم بهتون به تو. سفر بعدی چی شکل پیشی چه خوب دیگه نه خب فهمیدم ازو زیاد خوردن زدیم بگو اپیزود آخری که رفتیم قبل این قیبتی که داشتیم تو این سه چهار هفته اپیزود سه چهار چرا سه چهار هفته آف بودیم شما نه راست میگه خب و اولش یه رو دماده دو هفته صحبت کردیم خب <applause> اپیزود کارون بود یه در مورد خوزستان خب خوز. جالب نداشتیم دیگه نه اون اپیزود که اصلا هیچی نداشتیم زبط نکرده بودیم جالب نداشتیم <applause> بله. بله حالا یه چند تا کامنت از اون اپیزود رو و کلا انقدر حالا دوباره برگردیم به اون بحث کمی سنگی تر انقدر دوباره هی مسائل جدید جدید داره پیش میاد مثلا اینگاه یادمون رفت دوباره خوزستان رو در صورتی که حالا <applause> <است> کارون هم میدونم در ارتباط هیچ شاید اتفاقی نیفتاده باشه نه اون که بعد آدمان هم دارن دستگیر میکنن خونه به خونه میرن جوانه رو میگیرن کسی که توی این بده یه کامنت اومده بود از آقای خانم اسپانج باب روی یوتیوب اسپانج باب؟ بله باب اسپنجی <اسمه> <applause> <applause> <بسمان> باب بله <applause> گفته که من هم از کسایی هستم که از این وضعیت تقریبا دو ده هست که به تمام معنا ضربه خورده وضعیت خوزستان یادم وقتی بچه تر بودم مثل همه شهرهای دیگه ما هم از شیر آب خونه برای آشامیدن استفاده میکردیم تا اینکه یه روز دیدیم آب شور شد و بعد از چند ماه فشار آب به حدی پایین اومد که قابل استفاده نبود الان هم, پ... الان هم و تصویه آب جزو ملزومات اولیه زندگی ما تو خوزستان شده منم هم مثل همه بچه های همسن و سال خودم بهترین, بهترین تفریح, بهترین هم فوتبال بازی کردن توی کوچه و مخصوصا خونه مادر بود که چهار نفر کل روز رو بازی میکردیم تا اینکه بعد از خوش شدن هورول عظیم و شروع ریزگرد ها طوری مشکل تنفسی پیدا کردم که حتی راه رفتن و خوابیدن برای سالها برام کابوس شده بود یه چیزی شبیه بیماری ش... یه بیم... بیماری شیمیایی شبیه بیماری ش... شیمیایی با مصرف روزانه ده ها داروی کورتونی بهترین سالهای زندگیم نشستم و فوتبال بازی کردن دوستامو دیدم خیلی دردناک بود کامنت های مشابهه این اومده بود هم روی یوتیوب هم کست باکس که واقعا بد بود من میخواستم تو جالبا در مورد المپیک صحبت کنم که قبل این اپیزود صحبت کردیم ای کامنتری بخون چون یه ساعت هشت دقیقه هم شده این اپیزود یه ذره طولانش زیاد شد کامنتو رو خونم اگه, اگه داری میگم نه داره جالب داره خب برو جالب آره جالب طولانش زیاد شد یه جالب یه جالب چند روز پیش برای خودم پیش اومد توی این ساختمان عجیبمون یا <applause> آقایی که من خیلی وقت پیش مثلا میشناختم سلام علیک داشتیم و اینا دیدم توی آسانسور مثل اینکه همسایه ما هستن نمیدونستم فکر کنم ایمانم شاد بشناس بله فکر کنم میدم کی میگی آره بعد اه... طبقه طبقه های پایین ما بودن و من اومدم و ماسک داشتم و یه, حالاتی حالتی هم بود که هم من میدونستم میش... شن... که میشناختیم ولی میدونستم که نه اون اسم من رو میدونه نه من اسم اون رو میدونم اومدیم و سلام که آکوردی بود و خب آسانسو با سرعت داشت میرفت بالا ایشون گفت چی کار میکنه کار زندگی درس فلا اینا من مهلت پیدا نکنم جوابشو بدم مثلا جواب یکینا رو بدم بعد یه آقا درمانت به من گفت ها تو از سنت نرسیده بری دانشگاه بله و من یوش کردم من یکی از این خنده هایی مزنه اینطور گفتم بعد که این رنفلون گفتم چی شد؟ میعباره بهش کردی تو آینه خودم رو دیدم گفتم من ایرانی بودی آره آره ایرانی بود خودم رو دیدم گفتم من تیکه انداخت به ما ریش ریش از اینجا پیداست بلوغ هم خیلی وقت خیلی خوب بود خند... خیلی خندیدم بعد پیاده شد پیاده شد دیگه سر اون حرفی که زد رسید طبقهش پیاده شد اومده فقط یه زهری بزن و بده نه از کف کرد رفت بیرون توهین کامل رو به یارو کرد و رفت بیرون همین که هست کنم مسئله هر روز میاد به یکی ای چیز میگه و میره خیافت هم زیاد خوب نیست دانشگاه که نرفتی هنوز از هم که, که معلومه درست نمیخوری آقا ما بعد از که <تصفح> بعد از یک ماه خورده ای که توی این کار جدیدم هستم تازه دیروز معرفی شدم به تیممون حالا <تصفح> چیکار میگی ب... میپلکیدم کارو آه. انجام میداد نه ولی دیروز یه میتینگی بود گفتن راستی یعنی اینتروداکشن داشته باشیم یه ممبر جدید داریم ما واقعا تشکر کردیم ما ولی کلا کار جدید معلومه خیلی کار میکنن بچه ها فشار روش اول فقط کارش یه ماست بود که از آیدن در بیاد و بیاد نه ولی کار جدید به خاطر اینکه من هیچ بکراندی نداشتم مثلا کامپیوتر ساینس نخوندم دانشگاه اینا یه کمی چالش برانگیز بوده برای من و خوبه آره جالبه یه چیزی که توش خوب نیستم اصلا اینه که حس راحتی نمیکنم که سوال زیاد بپرسم حالا سوال میپرسم مثلا چیزی رو بلد نباشم ولی از یه جای بعد خجالت میکشم و مثلا یومی, یومی تا شب نشستم یه چیزی و... نیست می میخوام خودم نیست میدونم ولی من مثلا سوسماس آن کامفورتبل میشم و بعد بهترین کار انجام بدم سخته آدم محیط جایی دیگه تغییر آره تغییر بده این بده میری دوبی همینطور سوال مید. من آ... سوالو پرسیدم حالا گفتم دنبال جالب و اینام که بودم آ... یک کمی سخت بود به خاطر صحبته که کردیم چون جالب زیاد برای خود من جالب نبود ولی yes. این خبری که دیدم آ... یه خانومی که سال د... آ... درست بگم آن سال 1994 وقتی من به دنیا آمدم سر یک تصادفی با موتورسیکلت پای چپش از زانو به پایین قطع میشه و حالا توسط اون خانواده که توش بزرگ شده یا حالا اون شهری که بوده این قضیه مال آمریکاست همیشه میگفتن که کارهایی که تو آینده مثلا قرار تو انجام بدی یا آتیش نشان باید بشی یا نمیدونم پلیس بشی یا بری توی ارتش از این کارا یا اینکه مثلا تو المپیک مدال بیاری مثلا کارهای خیلی نه 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 این این بچگی قبل از این آره ها. یا مثلا این این ذهنیت بوده و اینا تا این اتفاق میفته که این خانم این در واقع پاش قطع میشه و همون سالی بوده که برای ماراتون باستنم در واقع قبولش میکردن م. که بیاد اونجا به ماراتون انجام بده بعد از اون اتفاق من فقط بگم مارتون باستن اینویتیشن یعنی باید دعوت بشی که بیای بوده شما برده. شده بودین نه نه ما شیکاگو بودیم آره شیکاگو برای شیکاگو ولی میتونی ای که اگه رتبت خوب باشه دعوتت میکنم باستن دقیقا تا گذشته تا این ماه ایشون تونسته به توسط اون پای پا... مصنوعی که یه حالت هلالی هم آه. داره یه رکورد گینس بزنه 100 مایل رو روی تردمیل زیر 22 دو ساعت دویده و اصلا خودش رکورد رو درست کرده و... صد مایل تو مایل آلترا میشه؟ صد... صد میشه صد مایل که میشه 160 کیلومتر ها 160 کیلومتر میشه تا تو 22 ساعتی چاید 8 کیلومتر و من این خبر خیلی حال کردم و دیدم که ایول حالا در این وسط پارالمپیک کی شروع میشه اصولا چقدر فاصله است بین این هفته فکر کنم وسطش فاصله است چیزی که یادمه اصلا نمیدونم رو 100 درصد داریم توی قرونه ما که داریم داریم ولی خوبم هست ولی داره الانو با باشه ها یه چیز جالب دیگه عجیب بود یه تیکه کیک عروسی پرنسس دایانا و آقای پرنس چارلز فروش رفته به مبلغ 2500 دلار تیکه کی؟ بله جو جوری سال این عروسی مثل اینکه سال 1981 بوده و یه شخصی اون این اون تیکه کیک تا به امروز حالا محافظت کرده بوده فریزه. و... آره فریزرم دیگه بتونم تو تیکه کیک بزرگی هم نه از اومدم هم چجوری فهمیدن بباده. که مال اون موقع است ولی نه قشن خود کیک او ولی اضافه کاری قشنگ ولی دو هزار دلارم نه چیزی, نه... نه چیزی نیست نه چیزی هست یعنی آخه دو هزار بعد که خریده چی کار کرده سال نگهداری بیشتر از دو هزار و پونسد آره یه دونه یه دونه گلدون میخرید یه دونه اتر خریده بود از واقعی بیت کوین خریده بود اتر بزنه آره آقا دمتون گرم مرسی که با ما آره با پاد بزنید با ما همراه بودید ما توی تمام فضای مجازی سون پادکست توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید میتونید توی تمام فاز مجازی ما پیام بزنید ما تا جایی که بتونیم پیام رو میخونیم و جواب میدیم ما میریم و پنجشنبه با اپیزود فراد برمیگردیم سن خدافز